پس همه اینا زیر سر توه. این همه دعوا رو انداختی که توجه رو به بقیه جلب کنی. توضیح بدم، به خودت توضیح بدم. یک ساله داری این دختره رو میچزونی، حالا اون وقت من تو اومدم بابا صداتو بیار پایین تا چلات میزنی. من دیگه اون زمین اون دختره رو ولش کردم، الان به فکر وضعیت زندگیمونم. این زندگی چی میشه؟ وضعیت زندگیمون که بد نیست، ما که احتیاج به پول نداریم. اگه به زندگیمون فکر میکنی، خب بچه رو میزنیم زیر بغلمون، از این محل میریم، میریم یه جا زیر این سقف خدا زندگی میکنیم. آقا مگه شهر هرته؟ مگه الکیه؟ ببین دود چی بری هوا، آب چی بری تو زمین، قانون پیدات میکنه. حالا گیرم قانون ما رو پیدا نکرد، باید بریم توی سوراخی تا آخر عمرمون از سایه خودمون بترسیم. نسیم اینجا چی کار میکردی؟ مگه تو خونه زندگی نداری؟ چرا تو ماشین گرفتی خوابیدی؟ نه چیز شد حاجی، اومدم خونه دیشب، بعد خیلی خسته بودم، گفتم یه دقیقه سرم بذارم روی همین، یعنی نمیتونستم پیاده شم، اگه خسته بودم دیگه خوابم برد. مادم بهت بگم بابت لطیف که رفتی و رضایت دادی، بازم گلی به گوشه جمالت. لطیف یه اشتباهی کرده، میگه جوونی هزاره بی شعری، منم مزخرف گفتم، مقصرم آجی شرمنده. حالا هرچی، خب منم نباید تندی میکردم قبلش. این کارا چیه؟ خانم دست شما درد نکنی، چقدر همه جا مرتبه، چون همه چی تمیزه. ببخشید من یکم حوصله‌ام سر رفته بود، دیگه شروع کردم با وسایل خونه ور رفتن ها، یه ذره جا به جاشون کردم. خیلی خوشحالم که خوشتون اومد، گفتم این موقع ناراحت نشین. خانم مگه دیوونم که ناراحت شم؟ من اصلا فکر نمی‌کردم خونه میشه اینجوری مرتب بشه. یکم خستگی در کنین، من براتون چای میارم. دست شما درد نکنه. والا همین الان آجاقا دادم بونگا دیدم، گفتش که این خانم محمد خدا بیامرز مثل که حالش خیلی بده، ضعف کرده. گفتیم بالاخره تو همسایگی ما یه کمک کرده باشه. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید. قابل شما نداره، اجازه بدیم خودم بیارم سنگین ها. مرسی، ممنون باشه که زحمت کشیدید. خدا رو در من با اونگام سر خیابون، اگه یه وقت کاری چیزی بود من همه دقیقا در خدمت هم. مرسی، شما دوست داریم. الان حالشون چطوره؟ بهتر؟ مرسی. من نمیدونم شما و اون وکیل قاسقلنگ اومدین اینجا چه کار و نقشه هاتون چیه. نمیخوام پای خدا و پیر و پیغمبر رو بکشم وسط، ولی وجدانم داره میتریشه. من از امروز دیگه تو بازی شما نیستم. من سالهاست منتظر یه همچین لحظه هایی هستم. تو رو خدا باز دوباره شروع نکن، شام تو بخور. آه نرسی، خدا نخواسته. تو رو خدا بس کن دیگه خسرو، من نمیذارم تو همه چی خراب کنی. ببین میذاری من یه شام بخورم؟ اه.
اگه امروز و فردام بگذره و دیگه هیچ خبری نشه، دیگه امیدی به پیدا شدن بچه‌م ندارم. لیلا جانم، امید آخرین چیزیه که واسه تو مونده. میخوای اینم از دست بدی که دیگه هیچی نداری واسه از دست دادن. نمیدونم، گاهی وقتا فکر میکنم باید برگردم پیش خانوادم. واقعا گاهی وقتا اینجوری فکر میکنی؟ دیگه خسته شد تحمل این همه سختی رو ندارم. یکم میوه برات پوست بگیرم بخور. یا الله. بفرمایین آقا لطیف، بفرمایین. قربونت برم عزیز دلم، عزیزم، عزیزم، جونم. بردیش بدیش به دختره؟ چی شد؟ تا دیروز که میخواستی سر به تن دختره نباشه، حالا شدی براش دایی عزیزتر از مادر، نه؟ فکر کردی اگه ببریش همه چی پاک میشه، میشی آدم خوبه، آره؟ نه آقا، تا خرخره تو آشغال کثافتی، هرچی هم هم بزنی بوش بیشتر در میاد. وای به وقتی که یه گوشه از پرده حال و هوات بره بالا، اون وقت میبینی بوی گندش چجوری دنیا رو برمیداره. اون چیزایی که من از تو میدونم، اگه دیگران بدونن، هر کی از فردا تو محل ببینته توفم تو رو نمیندازه. خفه‌شو. این پنبره گوشت بکن بیرون، اون بچه صاحب داره، میفهمی؟ تو با این کارت گند زدی به حیثیت آبروی من. من که لطف کردم، فقط به تو لطف کردم، لطف کردم که نری گوشه هلفتون بپوسی بدبخت. نمیفهمی؟ یه زن احمدی. تو بهتره به فکر خودت باشی. نه من Thank you.
جدی؟ بله من از اونجا دارم میام. وای من خیلی خوشحالم باشم برم شده لیلا. نه کت خانم کجا داری میری؟ الان هر کی شناخته داره میره اونجا. خب ممکنه علیرضا هم بره. علیرضا کیه؟ افخمی، علیرضا افخمی سرگرد کلانتری. خب باشه من میخوام برم لیلا رو ببینم. میفهمم ولی شرایطو درک کنین دیگه، خدا رو شکر بچه حالش خوبه. آخه چه جوری؟ خیلی عجیبه، دم خونه لیلا خانم زنگ میزنن در رو باز میکنن بچه جلو پاشه. وای یعنی مثلا یه نفر بچه رو برده و چند روز بعد آوردتش؟ من خودم هم گیجم ولی بله همینجوریه. حاجی جان سوال اینه که اگه واقعا کسی این بچه رو برده چرا برده؟ خب اگه برده چرا پسش آورده؟ خب همه اینه سواله دیگه. خب اینا چه ربطی به اون دختر طفل معصوم داره؟ ما که نگفتیم ایشون مجرمه، فقط باید به چند تا از سوالات ما جواب بده. منم باید جواب بازپرس رو بدم؟ چند روز این همه آدم درگیر این پروندن، همه اونا جواب میخوان دیگه. آخر حرفتو بزن روک و راز. اصلا ما چرا اینجایی؟ بالاخره بر اساس حرفایی که لیلا خانم زدن یه سری اتهامات به این پسر شایان زده شده. وکیلش هم سفت و سخت پاپه ادعای شرف و اعاده حیثیت. اما اینجا آوردنش شکل سال پرسیدن نیست حاجی جان، این یه پرونده مفقودیه. چند روز کل شهر رو بسیج کردیم به خاطر یه بچه. باید مشخص بشه این بچه گم شده بوده یا نه، اصلا کجا بوده. شما هم نگران نباش، چند تا سوال جوابه بعدش میفرستمش خونه. به هر حال این پرونده باید هر چی زودتر تکلیفش روشن شه. بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام آقا. حالتون خوبه؟ من تا شنیدم جلدی خودم رسوندم. من 6 تام سمند دارم منگوله دار معتبر. گفتم شاید لازم باشه دیگه، همین بیشتر از ما بر نمیاد دیگه شرمنده. آقای زرین احتیاجی به این چیزا نیست، من خدمت حاج آقا هم عرض کردم اصلا جای نگرانی نیست. یه سری ابهاماته که باید حل بشه، یه چند تا سوال جواب و تمام. پس حل شده؟ بله گفتیم ما بیاریم برای احتیاط شان لازم باشه. البته میدونستیم جایی که حاج آقا باشن همه مشکل ها حله. بفرمایید شما. حاج آقا بفرمایید. امروز جمع سر بود. قربان شما. خوش آمد. سلامت. خوش آمد. ببرم حاج آقا.
بفرمایید. دیگه سفارش نکنم. خیالتون راحت بشه. بفرمایید. میخواییم بچه رو بیرون پیش کسی بذارین؟ نه، پیش خودم میمونم. شریف خانم هم هستا. در به من دید. بیر تو ماشین بشینه گرمش نشه. ببخشی لیلا خانم، خیلی باز بود. تو رو خدا ما رو ببخشی، حلال کنی. من یه عادت خیلی زشتی دارم، زود آدم ها رو قضاوت میکنم، دیرم میشناسمشون. تو رو خدا دیگه ببخشید. نه، خواهش میکنم. شاید هر کسی دیگه هم جای شما بود همین کارو میکرد. خیلی ممنون. در ضمن لیلا خانم، اگه وقت کاری پیش اومدی بود یه جوری منو خبر کنیم. من نسیم رو میفرستم کمکتون. نمیشه دستن این بچه رو بزرگ کرد. بالاخره ما هم همسایه ایم. کاری بود تو رو خدا تعارف نکنی. باش، خیلی ممنون. وایزاتو آجا ما امری نداری. خیلی محبت کردی، دم شما گرم. مخلص شما ای. انجام وظیفه هست، تو رو خدا حلال اون کار کرد. خیلی مخلصی. وای زد جان سر قربان شما. به سلامت آجی. یه علی قربان تو. قربان تو. فکر میکنم عموته. آره آره، خودم باهاش تماس گرفتم. میخوایی منم باهات بیام؟ نه، کاری داشتم باهاتون تماس میگیرم. خیلی ممنون. خب باشه، من دارم میرم خونه. اگه کاری داشتی هر کاری یا زنگ بزن، من فوری میام. حتما حتما. خدا نگهدار. مواظب بچه باش. من اصلا نمیدونم قضیه چیه. این حرفایی هم که شما میزنی تازه الان دارم میشنوم. قصد دخالت هم ندارم، اما میخوام بگم این کارهایی که شما انجام دادی باعث شده برادر من اون سر دنیا حیرون و سرگردون بمونه. من و خانوادم هم همینطور. اون شایان بدبختم به جای اینکه مثل آقاها زندگی بکنه مونده اینجا مواظب شما باشه. مواظب من؟ شاید از نظر شما آدم خوبی نباشه، شاید آدم مزخرفی باشه، ولی هنوز شما رو دوست داره. ببین لیلا جان، من چند روز پیش هم جلوی در کلانتری حرفامو با شما زدم. من حاضرم همه کاری برای برادرزادم انجام بدم، اما به شرط اینکه برادرزادم برادرزادم باشه، نه یه آدم توی این محله، یه بیغولهی مثل اینجا. این بچه تو لیلا بچه ما هم هست، اینو بفهم. میدونی چی عمو جون؟ من فکر میکنم که عقلم درست کار نمیکنه. نمیتونم درست و غلط رو تشخیص بدم. نمیتونم تصمیم درستی بگیرم. باریکلا دختر جون، منم همینو دارم میگم. برای همینم فکر میکنم زنگ زدم به شما نمیتونست کار درستی باشه. بفرمایید چیتون. ببخشید آقا لطیف، من یه یکی دو ساعت بعد برم بیرون، یه کاری دارم انجام بدم، زود برمیگردم. فقط خواستم خواهش کنم میشه شما پیش داداشم بمونین تا من بیام؟ بله، کجا میرین؟ یه جایی کاری دارم، میرم برمیگردم. خدا شاهده که من قصد فضولی ندارم، فقط نگران نباشین، اتفاقی برای من نمیفته. که بله، ایشالا هیچ اتفاقی نمیفته، اما دیگه اما و جای نگرانی و اگر و اینا نداره دیگه. من مراقبم. باشه، بس یه چند لحظه صبر کنین.
از وقتی خدا بیامرز رفت دیگه کسی نگرانم نمیشد. دیگه استفاده نکردم. ممنون. به سلامت. نسری 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 سلام. سلام. خوبی؟ کجا؟ دارم میرم برای زهرین غذا ببرم. ای بابا چند بار اومدم ببینمت نبودی که. خیلی خوب میای با هم دیگه بریم برگردی؟ چرا نمیام. بیا بریم. اون یه تپه است، یه لودر، دو روز کار تبدیل میشه به زمین صاف، آماده ساخت. نه بابا تو قله دماوند ساختن این حرفا دروغ. ببین من بعدم به زنگ میزنم. حالتون خوبه؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. یه گفتم من بیام خدمتتون شما با این بچه‌ها. بفرمایید. من در خدمتم. من نمی‌خواستم دیگه مزاحم شما بشم. فهم رحمی بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خوبه بابا. خوبه الحمدلله. خدا شکر. بفرمایید. نمی‌دونم شما در جریان هستین حتما. من فردا باید برم دادگاه به خاطر همون زمینی که شما دیدین. نه والا راستی زیاد در جریان نیستم ولی چیزایی همچین دور نزدیک شنفتن. کاملا برام واضحه شایان دست از کاری که میخواد انجام بده نمیکشه. میدونم هم شما با شایان الان یه رابطه کاری دارم. نه من هیچ رابطه و هیچ سنمی با این آقا ندارم. ما قرار بود یه کاری با هم بکنیم ولی خوب خصلتمون به هم نمیخورد. گذاشتیمش کنار، اصلا گفتیم ولش کن بره پی کارش. من برای این آقا یه ویلاین بالا گرفتم، یه اجاره نونچه نوشتم و سلام. فکر میکنم الان تنها کسی که میتونه بهم کمک کنه شما این. داش با کمال میل هر امری بفرمایید من در خدمتم. من نمیدونم اونا اصلا چی میخوان. من گفتم قبلنم من از سهم خودم میگذرم، من هیچ چی نمیخوام. نمیدونم اینا یه کسی رو الان انداختن وسط، میگن دایی پسر دایی، نمیدونم اصلا این آدم کیه. ولی من گفتم بهشون من از سهم خودم گذشتم، من حتی اون زمینم دیگه نمیخوام. قبلا اون زمین رو میخواستم برای اینکه یه گوشه زندگیمو بگیره، محمدم مشغول باشه. ولی الان که محمدم نیست دیگه اون زمینم نمیخوام. نه خانم، فقط زندگی خودم و این بچه برام مهمه. این حرفا چیه؟ اون شایانو دار دستنش که جزو قازورات. بسپارشون به من. بعدم اینجوری حرف نزنی. این زمین تلاس کلی میارزه. فکر آینده بچت باش. من همه کارا رو درست میکنم. شما خیال تخت باش. ولی تو رو خدا اینجوری جای دیگه حرف نزنی یا من زمین نمیخوام و از این حرفا. ببین بول میگیرم بدبخت میشی یا. الان تنها چیزی که میخوام اینه که این کارا خارج از دادگاه انجام بشه. واقعیتش با این بچه و اوضاعی که الان دارم میفهم سخته. شما نگرانی این بچه نباش. فقط با این بچه راه نیفت تو مرگونا داره گرمه، اذیت میشه. من خیلی کارا دستم برمیاد. بسپارش به من. خدا شما رو از بزرگی کم نکنه. خدا شما رو از خواهری بسما کم نکنه. بچه چی شد؟ شربت آوردی؟ گفتم حالا یه چند شبی هم که خونه نمیدم برش غذای چیزی بیارم شاید بتونه. ما چرا وایسادی؟ چی دیدی؟ چشم و دلت روشن نسرین خانم. حالا بیا برو غذاشو بهش بده. غذا؟ کوف بخوره. کوف بخوره؟ آره کوف بخوره. وایسا نسرین وایسا. سلام.
حالا که اومدی دوست دارم با یه سری فکر و ایده جدید برای دادگاه فردامون اومده باشی. فکرهای بی خودی میکنی، یه چرف حدیث جدید چند هم نیست. پس بهتره بری همون گچ و سیمان تو بفروشی، شاید 2010 گیرت بیاد. به قول شما اوکی، شما بهتره جلو پلاتت رو جمع کنی و برگردی همون جهنم دره که بودی، چون اینجا دیگه کاری نری. پس مثل که حرفای دیروزم یادت رفت. دیروزو بی خیالش، امروز عشق است. ببین من نیومدم باهات کل کل کنم، اومدم بهت بگم پای این وکیل تو از این ماجرا بکش بیرون. وگرنه چی؟ وگرنه فردا که بری دادگاه میافتم پشتت، اون وقتی که حرف و ایده های قشنگ دارم. خیلی حرف حدیث تو چند دارم که قاضی خوشش بیاد. حالا خود دانی بایزی. جناب بفرمایید. بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ نوبتتون گذشت دیگه، دادگاه تشکیل نمیشه. آخه چرا؟ خواهان حاضر نشد. خب الان چی میشه؟ دوباره براتون نامه میاد. من نمیدونم شما چی کار کردین، ولی اونا نیومدن دادگاه. اختیار داری، من کاری نکردم، من انجام وظیفه کردم. در هر صورت خیلی ممنون، منو مدیون خودتون کردین. خواهش میکنم، نفرمایید. شما دریغ نفرمایید، هر کاری داشتیم بنده در خدمتم. خیلی ممنون. سلام. حس میکنم شام نداریم. نه چیه؟ چه خبرته؟ کجاست؟ کی کجاست؟ زرین کجاست؟ محبته شراکت بابات گنده تر از نهم حرف میزنی ها. چی از شما خواستم که زن شما فکر میکنه من به مال و منال شما چشم دارم؟ بنا؟ زنه من چیکار کرده؟ همراه ما تشریف بیارین کلانتری، اونجا همه چیز مشخصه. ندی چه حرفه؟ زرین اومدم کابوس شب و روز چه؟